سلام، تو این ویدیو میخوام در ادامه ویدیو قبلی در مورد دین حضرت حافظ، در این قسمت هم نمونه های دیگه از اشعار حافظ رو که با مسیحیت ارتباط مستقیمی داره براتون بیارم. من علی فرهنگمیر هستم و این شبکه میستریزه. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین در مورد مسائل ادبی و دینی اطلاعات بیشتری کسب کنین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر وقت من ویدیویی در این مورد ساختم شما بتونین اون نوتیفیکیشنش رو دریافت کنین. برای اینکه ببینیم آیا حافظ با کتاب مقدس و جاهای مختلف اون آشنا بوده یا نه، ابیاتی رو بررسی می‌کنیم که حافظ به صورت مستقیم از کتاب مقدس این گرفته و داستانهای کتاب مقدس رو به زبان شعر بیان کرده. برای نمونه توی یکی از انجیل‌های چهارگانه مسیحیان در انجیل متی فصل 11 آیه 28 نوشته شده که بیایید ای همه زحمتکشان و گران باران و من شما رو آرامش خواهم داد. و می‌بینیم که حافظ توی یکی از بیتاش همین رو از زبان عیسی اومده گفته: بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی بفرستاد و برگرفت. ببینید که حافظ همون مفهوم اومده به زبان شعر بیان کرده. در جای دیگه ای از انجیل متی فصل 7 آیه های 13 و 14 میبینیم که میگه از در تنگ داخل شوید، زیرا راهی که به مرگ می انجامد و در آن فراخ است و آنانی که به آن وارد می شوند بسیارند، ولی راهی که به زندگی می انجامد و در آن تنگ و دشوار است و یابندگان آن کمند. و خب در کتاب مقدس مثال‌های دیگه هم وجود داره که مسیح مثالی رو از سوزن و بار شتر زده و گفته که برای انسان‌ها، به خصوص اونایی که ثروتمندن، از گذشتن بار شتر از سوراخ سوزن سخت‌تره تا اینکه به راه حقیقت وارد بشن. ببینیم حافظ در این مورد چی گفته. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. اگر با اسلام آشنایی داشته باشیم میدونیم که اسلام راه‌های خیلی زیادی رو باز کرده تا انسان‌ها به راحتی بتونن وارد بهشت بشن و به عافیت برسن. مثلا مسلمان‌ها اگر ازشون بپرسیم میگن که اگه کل عمرت گناه کرده باشی با یک نماز از ته دل میتونی تمام گناهاتو بشوری، یا اینکه با شهید شدن میتونی راحت به بهشت بری و تمام گناهات بخشیده میشه. ولی این تفکر اسلامه. ولی تفکر مسیحیت اینجوری هست که خیلی سخته و تعداد کمی از آدما میتونن واقعا به اون مرحله برسن که به حقیقت راه پیدا کنن و بتونن با خدا نزدیک بشن و ارتباط برقرار کنن. و میبینیم که حافظ هم تفکرش نزدیک به تفکر مسیحیت هست، نه تفکر اسلام، و این خودش نکته قابل توجهه. در اشعار حافظ اسامی بسیاری از پیامبران اومده و این یکی از نکته‌هاییه که ممکنه خیلی ها رو به این اشتباه بندازه که پس حافظ مسلمون بوده که اسم پیامبران رو در اشعارش آورده. ولی اگر دقت کنیم میبینیم که این اسامی هستن که در کتاب مقدس غربیان، یعنی همون تورات و انجیل که اونا هم به صورت همزمان میخونن، یعنی تورات و انجیل رو با هم قبول دارن مسیحی‌ها و اونا رو میخونن، در اون کتاب‌ها به خصوص در کتاب تورات نام بسیاری از پیامبران اومده که این پیامبران با انجیل هم با قرآن هم مشترکن و توی قرآن هم اسامی اونها اومده و این باعث میشه که خیلی ها رو به این اشتباه بندازه که فکر کنن حافظ اینها رو به خاطر اینکه اعتقاد به اسلام داشته یا از توی قرآن نوشته. ولی نکته ای که میتونه این قضیه رو مشخص کنه اینه که حافظ در اشعارش هیچگاه در دیوانش نامی از محمد نیورده به عنوان پیامبر اسلام، و اگر هم در کل اشعارش بگردین شاید یک بار یا دو بار این کلمه محمد در اشعارش اومده که اون هم اشاره داره به افرادی که دوستان حافظ بودن، یا خود حافظ که اسم کوچیکش محمد بوده، یا دوستان دیگه‌ای که حافظ داشته و اسم اونا محمد بوده و ارتباطی با حضرت محمد نداره. هیچگاه حافظ
در اشعارش نامی از حضرت محمد نیورده و اونو ازش یاد نکرده. و اسم پیامبرای دیگه هم که در اشعار حافظ اومدن به خاطر این هستش که اون پیامبران بین کتاب انجیل و تورات و قرآن مشترک هستند و حافظ اینا رو بیشتر از کتاب تورات نوشته و این نباید اشتباه بشه. حالا ما میایم برای اینکه این بیشتر مشخص بشه که آیا حافظ به تورات علاقه داشته و اونو خونده بوده و ازش آگاهی داشته، میایم یکی از شعرهای حافظ رو میخونیم. حافظ میگه که میخواند دوش درس مقامات معنوی، یعنی که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. جمشید جز حکایت جام از جهان نبود، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی. این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی. خب ببینید که توی این شعر به خیلی چیزای دینی داره اشاره میشه. اولین بیت درباره موسی هست. ببینید اینو اگه برین توی تورات، فصل 3 تورات، دقیق نمیدونم کدوم آیات، ولی اگه فصل 3 رو بخونین، یک داستانی هست به نام موسی در بوته آزمایش و بوته سوزان. و این بوته سوزان یک داستانی هست که در اون موسی میره بالای کوه و میخواد با خدا حرف بزنه و خداوند روح خودش رو میفرسته و در یک بوته‌ای که شعله‌ور میشه با موسی حرف میزنه و موسی صدای خدا یا صدای فرشته ای رو میشنوه و بوته نمیسوزه ولی شعله ور میشه. و حالا اونم یه موضوع دیگه است که من در برش یه ویدیو دیگه ساختم، لینکشو این بالا میذارم، شما میتونید بریم ببینید. ولی تو این داستان که برای حضرت موسی اتفاق میفته، میبینید که حافظ هم این داستان خوب میدونسته و این نشون میده که حافظ این کتاب تورات رو خونده بوده، چون این داستان در کتاب قرآن وجود نداره به این صورت. میبینی که حافظ اشاره میکنه که تا از درخت نکته توحید بشنوی و این اتفاقی بود که برای موسی افتاده. و بعدش میگه که جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زنهار دل مبند به اسباب دنیاوی. و اینجا داره اشاره میکنه که جمشید هم با تمام شوکت و حکمتش و با همون تمام بزرگی و جلالش از این جهان فقط جام و نقره و تلاش رو فهمید و چیز دیگه ای نفهمید. سعی کنید که در چیزای زرازی و رالات جهان و چیزای با ارزش و قیمتی پولی جهان و چیزایی که مادی هستن دل مبندید، چیزای معنوی بزرگتر از اون وجود داره. پس اینجا نشون میده که این ابیات در مورد مسائل معنویه و بعد میبینیم که مسائل معنوی رو چجوری میاد خلاصه میکنه. میگه که این قصه عجب شنو از بخت واژگون، ما رو بکوش دیار به انفاس عیسوی. یعنی میگه که ببینید که چقدر، ببینید که چقدر عجیبه که همه اتفاقایی که برام افتاد در نهایت این مسیح بود که ما رو عاشق کرد و ما رو دل باخته کرد و توی همه این داستان معنوی ما مسیح رو پیدا کردیم، عیسی رو پیدا کردیم. و این دقیقاً یه جوری به صورت شعرگونه و خیلی زیبا حافظ داره به این اعتقادش به مسیح داره اشاره میکنه. ولی بازم من میدونم که خیلی از بینندگان ما اینو قبول نمیکنن، ولی به خاطر همین ما میریم بیشتر از این دلایل میاریم. مسیحیان همیشه برای اینکه بفهمن یک فردی مسیحی هست یا نه، در ابتدا از اون میخوان که به صورت زبانی اینو اقرار کنه، ولی این کافی نیست، باید از نظر دلی هم این قضیه روشن بشه. و اگر واقعا ما اعترافی از حافظ نداشته باشیم که خودش رو مسیحی معرفی کنه و عیسی رو منجی و نجات دهنده خودش معرفی کرده باشه، ما نمیتونیم واقعا همچین ادعایی بکنیم. پس باید دنبال این تو اشعارش بگردیم و اتفاقا ما این کارو کردیم، گشتیم و پیدا کردیم. حافظ در یک جایی میگه که با که این نکته توان گفت
که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی ابن مریم با اوست. حافظ از معتقدان است، گرامی دارش زان که بخشایش بس روح مکرم با اوست. توی این اشعار میبینی که حافظ دقیقا داره به مسیحیت و عیسی اشاره میکنه. خب میبینی که اینجا حافظ در بیت اول میگه که اون کسی که من دارم ازش حرف میزنم و من عاشق کرده دم عیسی با اون هست، یعنی نفس عیسی رو داره و من دلباخته کسی شدم که نفس مسیح رو داره و در بیت بعدی بیشتر مشخصترش میکنه و میگه که حافظ از معتقدان است، گرامی دارش، یعنی حافظ اعتقاد داره، ایمان داره، باور کنید و بهش احترام بذارید، به خاطر اینکه اون بخشایش بس روح مکرم با اوست. اگه این کلمه ها رو بیاییم یونه دونه ترجمه کنیم و کلمه های جایگزین به جاش بذاریم، کلمه بخشایش همون کلمه فیض هست در مسیحیت و روح مکرم همون روح القدس و اون روح پاک خداوند هست که مسیحیان به اون اعتقاد دارن. پس اینجا داره میگه که حافظ فیض روح القدس همراه اون هست و اون فیض روح القدس رو دریافت کرده. باید اینجا به این نکته اشاره کنم که مسیحی‌ها اعتقاد دارن که مسیح منجی اوناست و وقتی که اون مسیح رو ایمان میارن بهش، ایمان دلی و قلبی نه و نه فقط زبانی، یک چیزی به نام روح القدس رو دریافت میکنن در قلبشون و اون وارد قلبشون میشه و اونا حسش میکنن و این یکی از مهمترین نشانه های مسیحیت هست و فردی که مسیحی شده باشه اگر فیض روح القدس رو دریافت نکرده باشه و روح القدس رو حس نکرده باشه، این نشون میده که هنوز ایمان واقعی پیدا نکرده و فقط ایمانش زبانی هست. ولی حافظ اینجا خودش اعتراف کرده که روح القدس رو دریافت کرده. پس این به نظر من خیلی چیز مشخصیه که حافظ اعتراف کرده و ما با وجود این اعتراف دیگه نمیتونیم شکی داشته باشیم که حافظ مسیحی بوده. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون اومده و دوست دارین بازم ویدیوهایی در مورد مسائل فرهنگی، دینی و سیاسی ببینین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیویی که در این شبکه آپلود میکنم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. و در آخر هم میخوام دو تا از ویدیوهایی که مربوط میشه به این ویدیو رو براتون در آخر صفحه بذارم و اگر دوست داشتین یکی از اون ویدیوها رو میتونین انتخاب کنین و در ادامه اون ویدیو رو ببینین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.